سازمان خیریه یا مرکز اشاعی افرادگرایی اسلامی و یهود ستیزی در اروپا، پرسشی که این روزها بر کانون توحید متعلق به حکومت ایران در لندن سایه انداخته و تحقیقات نهادهای مربوطه بریتانیا میتواند به تغییرات بنیادین در این مؤسسه یا حتی ممنوعیت آن بیانجامد. به این بهانه نگاهی میاندازیم به سازمانهای خیریه جمهوری اسلامی در غرب و کاروبار یا حتی کارزار آنها. با من داریوش رجبیان، زنده از لندن. درود بر شما، امیدوارم روزگار به کامتان باشد. از دیرباز کانون توحید لندن متعلق به بنیاد خیریه توحید جمهوری اسلامی ایران دچار دردسرهای قضایی و حقوقی شده که تازه ترین آنها طرح اتهام‌های مبنی بر اشاعی افراطی گرایی و تشویق به خشونت در این کانون است. و به تازگی کمیسیون نظارت بر سازمان‌های خیریه در بریتانیا اعلام کرد که در حال بررسی فیلم سخنرانی‌های عده‌ای از فرماندهان کنونی و پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست‌های کانون توحید است که گفته شده یهود ستیزانه بودند. همچنین ویدیویی بررسی شده که نشان می‌دهد حاضران در نشست کانون توحید شعار مرگ بر اسرائیل سر دادند. کانون توحید واقع در غرب لندن میزبان نشست‌های متعدد انجمن اسلامی دانشجویان بریتانیا و سازمان‌های وابسته به آن بوده، انجمنی که پیش از انقلاب 57 ایران تشکیل شد و هدف اولیش مقابله با حکومت شاهنشاهی بود. بعد از اون سرگرم ترویج افکار روح الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی شد و در مرامنامه رسمی خود اعلام کرد که به دنبال ایجاد زمینه فکری و علمی در مورد مسائل مختلف و فراهم سازی فضای مناسب برای ابراز آزاد عقاید و خودسازی فکری و اعتقادی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان است. طبعا تبلیغ و گسترش افراطی گرایی جز اهداف اعلام شده این کانون نیست، اتهامی که قبلا هم علیه مرکز اسلامی انگلیس مطرح شده بود. یک مؤسسه خیریه ایرانی در لندن که سال 1377 تأسیس شد و در اوایل سال 1402 یعنی امسال فعالیت آن در بریتانیا با موانع حقوقی روبرو شد. برای ورود به موضوع گفتگوی داشته باشیم با همکارم پرهام قبادی که در این باره گزارش‌های تهیه کرده. پرهام، میشه پیش از همه این سوال رو ازت بکنم که اونطور که شنیدیم صحبت از فعالیت‌های دو سازمانی هست که متعلق به حکومت جمهوری اسلامی هست، میشه درباره خود این سازمان‌ها و فعالیت‌هاشون برامون بگی پیش از همه؟ دقیقاً. ببین، یک سری ویدیو به دست همکاران ما در بی بی سی رسید و ما شروع کردیم به بررسی راستی آزمایی و دیدن این ویدیوها. اینها ما رو رسوند به دو مکان. یکیش کانون توحیده، همونطور که گفتی قبل از انقلاب در سال 1152 میخوام یک سری دانشجویانی که بر علیه حکومت پهلوی، محمد رضا پهلوی میجنگیدند، دور هم جمع میشدند در خونه هاشون و این ادامه پیدا کرد، این انجمن، تا بعد از انقلاب در سال 1364 بعد از انقلاب اسلامی و قبل از فوت آقای خمینی و در زمان ریاست جمهوری آقای خامنه ای مکانی رو در غرب لندن خریدند که اون شده امروز این کانون توحید که در واقع ساختمان یک کلیسای متروکه است. دقیقاً این ساختمان توحید، حالا ویدیویی منتشر، ویدیو مربوط به سال 2020 زمانی که چهار سال پیش درست بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در عراق. بعد از اون ایرانیان و غیر ایرانیان جمع میشن در این کانون توحید و اونجا شعار مرگ بر اسرائیل سر داده میشه که میتونیم با هم دیگه اون رو ببینیم. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. ببین، این ویدیو رو خبرگزاری دانشجو منتشر کرده و زیر اون نوشته بودش که من امروز هرچی گشتم نتونستم پیدا کنم، نمیدونم بعد از گزارش بی بی سی پاک شده یا نه، اما وقتی که من چک میکردم قبل از انتشار گزارش زیرش نوشته بود که در این مراسم وزیر ارشاد پیشین جمهوری اسلامی هم در اونجا حضور داشته. اسم عطاالله مهاجرانی رو نیاورده بودن، اما طبیعتاً یک وزیر ارشاد پیشین در لندن. این یکی از شواهدی است که مقام‌های بریتانیا میگن که احتمالاً در واقع به اتهام
یهود ستیزی رو میشه. دقیقاً به خاطر اینکه و این اتفاق بعد از انتشار بی بی سی و بعد از اتفاقاتی که در غزه افتاده باعث شد که سازمان دیدبان کمیسیون خیریه بریتانیا شروع کنه به تحقیق و تفحص درباره این. اما این تنها مرکز اسلامی مرتبط با جمهوری اسلامی نیست، همونطور که در تصویر داریم میبینیم این مرکز بیشتر برای ایرانیان چه در داخل بریتانیا و چه خارج از بریتانیا آشناست، چون نسبتاً تازه‌تر هم هست. دقیقاً در سال 1377 این تأسیس شده، سالها بعد، و بسیاری از ایرانیان میشناسن بخاطر اینکه دائم دمش تظاهرات ما میبینیم در ماهای گذشته و در سالهای گذشته. مدتی هم بسته شده بود میگفتن به خاطر مسائل مالیاتی، اما الان دوباره ظاهراً فعالیتش رو آغاز کرده. این کارش فرق داره، این مرکز میگه که کارش تو مثل در واقع مسجد عمل میکنه، مراسم مذهبی توش برگزار میشه و اینطور مراسم رو در داخل اون برگزار میکنن. خود من خیلی تلاش کردم با برخی از در واقع تلاش کردم با این مراکز امروز در تماس باشم که میسر نشد، ظاهراً اون شماره‌هایی که در دسترس جواب نمیده. خودتو برای تهیه گزارش‌ها تلاش کردی باشون تماس بگیری؟ با این مرکز نه، با یک مرکز دیگه. اما قبل از اینکه به اون مرکز برسی، من فقط اینو اضافه کنم، در اون گزارش که ما داشتیم تهیه می‌کردیم و بررسی می‌کردیم، نکته جالب و ویدیوهایی که به دست ما رسیده بود اصلا داستان این بود که انجمن اسلامی دانشجویان بریتانیا، یک آقایی در اونجا فعاله به نام محمد حسین عطایی که میشه سال 2021، اینها یک سری فرماندهان پیشین سپاه مثل حسین یکتا که معمولاً برای راهیان نور که دانش آموزان رو به مناطق که قبلا در اون جنگ بوده میبرن، مسئول اون بوده سالیان سال حسین یکتا از فرماندهان پیشین سپاه، و همچنین سعید قاسمی که از چهره های بسیار تندرو پیشین سپاه هستش، کسی که در بوسنی فعال بوده، گفته میشده با القاعده همکاری میکرده در اونجا و مسئول لباس شخصی ها بوده. این دو نفر ویدیوهایی به دست ما رسیده که از راه دور از داخل ایران به صورت زوم مثلا از طریق از راه دور و ویدیویی برای دانشجویان در اروپا در بریتانیا کنفرانس های برگزار میکردن. ایران بگیم در دوره کرونا بوده که نمیتونستن طبعا حضور اینجا باشن، ولی از راه دور میتونستن. دقیقاً از راه دور. و الان دغدغه‌ای که بریتانیا داره اینه که این افراد که فرماندهان سپاه هستن، از تندروترین ها هستن مثل سعید قاسمی، دارن به افراطی‌گری اسلامی در بریتانیا دامن میزنن. بخشی از صحبت های این دو فرمانده سپاه رو بشنویم با این توضیح که ویدیوی اولی که میبینید سمت چپ محمد حسین عطایی، اون دانشجویی است که داریم صحبت میکنیم در موردش، و حسین یکتا. اون روز حضرت امام به ما گفت جبهه دانشگاه است و ما رفتیم جبهه شد دانشگاه، و امروز شما به عنوان دانشجوهای مجمع اتحادیه انجمن اسلامی دارید اینجا درس میخونید که دانشگاه شده جبهه. یعنی شما شدید افسرهای جوان جنگ نرمی که باید این رسالتی که به دوشتونه و این پیام و این خونی که بچه ها هست رو و به همه جهانیان و به همه عالمیان برسونید. این انرژی ساطع شد و میلیون ها قاسم و میلیون ها اماد مغنیه پرورش پیدا کردن که این پایان عمر ظالمین و اشغالگران و صهاینه است و یهودی ها در کل جهان که سیطره داشتن خاصه تا 100 سال گذشته. میریم برای یک نبرد آخرالزمانی. احتمالا توضیح میخوایید سیاهنه که میگفت احتمالا منظورش صهیونیست ها هستن و یهودیان، که کاملا روشن هست که صحبت ها کاملا یهودی ستیزانه هست. ولی از این صحبت ها در افسانه‌نگارات اروپا ما داشتیم، یعنی این تنها موارد نیست، در کشورهای دیگه هم شاهدش بودیم. دقیقا. اما در همین بریتانیا باز دوباره این دوتا مرکز تنها مراکزی نیستند که افراد وابسته به جمهوری اسلامی در اونها فعالیت میکنن. من در گزارش‌های قبلی که داشتم تحقیق میکردم به آقای برخوردم به نام سعید حسین پور که سعید بهمن پور که این آقای سعید بهمن پور جایی هست به نام کالج اسلامی لندن. من با کالج اسلامی لندن تماس گرفتم، گفتم که آیا ایشون رئیس اونجاست، چون دیده بودم که جاهایی نوشته بودن رئیس اونجاست. به توضیحی که به من دادن گفتن از سپتامبر 2008 تا مارچ 2012 ایشون در اونجا فعالیت داشته، اما گفتند که کالج اسلامی لندن وابسته به 12 سال پیش اونجا بوده، بله، وابسته به جمهوری اسلامی نیست و از جمهوری اسلامی پولی نمیگیره. اما ویدیویی من پیدا کردم از
آقای سعید بهمنپور در لندن در روز قدس در سال 2018 جلوی سفارت عربستان سعودی که به عربستان سعودی میتازد و میگه که اسرائیل باید از نقشه محو بشود که میتونیم با هم ببینیم. And you can make sure that the resistance will come and free Palestine and wipe Israel off the map. ولی همین اعصابی که الان به زبان آوردی، اینا به گونه پیوند می‌خورن با مرکز اسلامی رسالت در هلسینکی پایتخت فنلاند. دقیقاً ما چند که خودت رفتی سراغش و گزارشم درست کردی. دقیقاً ما چند ماه پیش گزارشی تهیه کردیم از مرکز اسلامی رسالت در هلسینکی. نکته جالبش اینه که این آقایی که دیدیم، سعید بهمنپور، برادرش از اعضای پیشین سپاه پاسداران بوده به نام آقای مجید بهمنپور، از اعضای سابق سپاه پاسداران بوده، همسر فنلاندی داشته، نقل مکان میکنه ظاهرا از بریتانیا به هلسینکی و اونجا مصاحبه‌ای که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشته در ایران میگه که حدود 11 سال پیش این مصاحبه رو انجام داده، میگه که سفیر وقت اون موقع عباس عراقچی که سفیر ایران در هلسینکی بوده کمک میکنه که مرکز اسلامی رسالت رو اونجا تأسیس بکنه. میدونیم که آقای عباس عراقچی در سالهای گذشته دست راست آقای ظریف بوده، از مذاکرات هسته‌ای دخیل بوده، نفر دوم مذاکرات هسته‌ای بوده، اون موقع سفیر ایران بوده و تأسیس کردن این مرکز. مبلغی که جالبه، باید بدونیم که فنلاند کلا 4 میلیون جمعیت داره و چقدر اندک محدودی مسلمان داره که چقدر شیعه باشن، اما 700 متر بنا در 2000 متر زمین برای این مرکز اسلامی خریداری شده که برآوردی که ما کردیم یه چیزی حدود 3 میلیون یورو خواهد بود. همچین هزینه‌ای برای کشوری که کلاً 4 میلیون داره، ما نمیدونیم دقیقاً برای چه همچین هزینه‌ای رو کردن. اما اتفاقی که افتاد اینه که اگر بتونیم تصویر بعدی رو نشون بدیم، در تحقیقات ما به این نتیجه رسیدیم که این در واقع عباس بهمنپور فرزند ایشون است، مجید بهمنپور. اون آقایی که در لندن صحبت میکرد برادر ایشونه و اون پسرشه. این آقا دوباره عباس بهمنپور امام اون مسجده و ما رو رسوند به این آقا بهروز حسین پور. اصل داستان شبکه زنجیری هست که حلقه های اونها رو میشه ردیابی کرد که داستان ما اما از اینجا شروع شد. ما الان برعکس تعریفش کردیم، از لندن اومدیم، اما داستان ما از آقای بهروز حسین پور شروع شد. ویدیویی به دست ما رسید، به دست BBC رسید که ما شروع کردیم راجع به اون ویدیو تحقیق کردن. خانومی به نام پروین شکری بعد از تظاهراتی علیه جمهوری اسلامی در هلسینکی داشته به سمت خونش میرفته با دختر نوجوانش، آقایی بهش حمله میکنه و گوشی او رو از او میدزده. اما چیزی که نمیدونسته این آقا این بوده که این خانوم داشته لایو اینستاگرامی میداده و تمام اون داشته لایو پخش میشده. عده این لایو رو ضبط میکنن و ما میتونیم بخشهایی از اون رو ببینیم. برای همون چیزهای دنسی که میخوایم درست کنیم، خب من بابا بودم. خب صورتشون رو دیدیم که اسمشون اونطور که تحقیق کردی هست، آقای بهروز حسین پور. ما از این تصویر رسیدیم به تمام این حلقه ها تا لندن. دقیقاً که در واش یادم هست که خیلی گزارش مفصلی داشت. سپاسگزارم از همکارم فرهام قبادی. و ما گفته شده در نشست های مجازی کانون توحید افرادی اونطور که از پرهام هم شنیدیم، چون حسین یکتا عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار، از تشکیلات سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعید قاسمی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، عزت الله زرقامی از اعضای شورای عالی فضای مجازی ایران سخنرانی کردند. مثلا آقای یکتا از دانشجویان بریتانیایی خواسته که افسر جنگ نرم باشند و سعید قاسمی ضمن انکار هولوکاست خواهان نابودی یهودیان در سراسر جهان شده، که باز هم در این صحبت با پرهام مرور کردیم. الفاظی که در بریتانیا بر نمیتابند و خشونت‌زا و ویرانگر محسوب میشود. درباره کارکرد نشست‌های سازمان‌های از این دست و خود این سازمان‌ها میزگیری داشته باشیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در لندن، و همینطور
پژوهشگر روابط بین الملل هستن ایشون و داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی اینجا در استودیو. هر دو مهمان عزیز خوش اومدید به این برنامه. آقای محمدپور، حالا که نزدیکتر هستید از شما شروع کنم که یک جمله‌ای رو از شما خوندم در یکی از گزارش‌هایی که 19 سال پیش نوشته بودید از یک نشست کانون توحید لندن، و نخستین جمله‌ای که هست این هست که اول ژانویه در کانون، اتفاقا ژانویه هم هست الان، در کانون توحید لندن عنوان سخنرانی دکتر سروش این بود: ناکامی تاریخی مسلمین. این در اون زمان همین کانون توحید که صحبتشو داریم میکنیم سخنرانی ها برگزار میکرد از افراد مثل عبدالکریم سروش با اون موضوعی که گفتیم، و شما کسی مثل شما از اونجا گزارش هم میداد. چه اتفاقی افتاد که الان به نظر میاد ماهیت کانون توحید عوض شده، تغییر کرد؟ از شاید که یه خورده ای باید در تاریخ بریم عقبتر که به نظر من نکته مهمیه که بدونیم اصلا کانون توحید از کجا به اینجا رسیده. اولا که کانون توحید میدونیم که پیش از انقلاب فعال بوده، محل همونجوری که تو گزارش شما می اشاره شد بهش، انجمن اسلامی دانشجویانی که پیش از انقلاب فعالیت سیاسی میکردن، بالاخره یکی از جایی که درش کار میکردن همین کانون توحید بود که اون موقع به اسم امام بارا شناخته میشد. و اتفاقا کانون توحید جایی بود که جنازه شریعتی رو اینجا شستشو دادن و تشییع جنازه شریعتی انجام شد. انتظار می رفت که ایشون سخنرانی داشته باشه که نیومد و درگذشت. بله، حالا این کانون توحید، ببینید این پیشینه انجمنهای اسلامی، این سابقه سیاسی داره. سرنوشت کانون توحید کمابیش گره خورده به سرنوشت انتخابات در ایران و جناح بندی های سیاسی در ایران. اون کسایی که در فضای دانشگاهی ایران کار کردن میدونن که در ایران انجمنهای اسلامی فعالیت داشتن، جامعه اسلامی، نمیدونم گروه های مختلفی که بستگی به گرایش های سیاسی که داشتن تقسیم بندی میشدن، و انجمنهای اسلامی در ایران عمدتا متمایل به گرایش های چپ بودن و اصلاح طلب، و تا مدت زیادی اینها بخش بزرگی از این انجمنهای اسلامی داخل کشور و خارج کشور رو مدیریت می‌کردن. اون بخش داخلش که به تحکیم وحدت و اینها مربوط میشه که بعداً انشعاب درش به وجود اومد که در ایران آشنا با هم همه باهاش، شبیه این رو ما در خارج از کشور هم داریم. نقطه عطف اتفاقی که در خارج کشور میفته اینه که به طور خاص بعد از انتخابات سال 88، بعد از انتخابات دوم دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این اون اتفاقی که در صحنه سیاسی و در انتخابات در داخل ایران میفته در خارج ایران هم میفته. به چه معنا؟ به این معنایی که به همون شکلی که کودتای انتخاباتی در داخل در صحنه ریاست جمهوری اتفاق میفته، در کانون توحید هم اتفاق میفته. اینجا منعکس میشه. کانون توحید سیستم کارکردنش چجوریه؟ سیستم کارکردنش اینه که انجمنهای اسلامی بالاخره نامزد دارن، اینا خودشون در معرض رأی گروه قرار میدن، و شما کافیه این مکانیزمای داخلی رو جابجا کنی، یه در حذف کنی، به همون سیستم نظارت استصوابی شورای نگهبان، همون سیستمی که جمهوری اسلامی تا الان کار کرده. و آروم آروم صداهای مختلف، صداهای متفاوت، صداهای معترض، حالا بگو اصلاح طلب یا چپ یا هر گروهی، اینا رو از صحنه حذف کردن. و این بعد از 88 عملا کانون توحید به سمت یک صدایی و تک صدایی رفت، و تا حد زیادی فعالیت‌های عمومی که داشت کانون توحید تعطیل شد. یعنی یه جایی که میشه گفت که تمام اتفاق این اتهامات که علیه کانون توحید الان اینجا مطرح میشه و الان کمیسیون سازمان خیریه بریتانیا داره اون رو تحقیق میکنه، اینها اون زمان اتفاق نمی‌افتاد. کانون توحید اون زمان که اصلاح طلبان بر اون کنترل داشتن یک کانون متفاوتی بود و الان اهداف دیگری داره. نه، ببینید شما یه نکته رو داریم نادیده می‌گیریم. اون نکته‌ای که نادیده می‌گیریم اینه که ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی که به هر حال تغییراتی کرده، کمابیش یه خط واحد داشته، می‌خواسته انقلابش رو صادر کنه، می‌خواسته اسرائیل از صحنه روزگار محو بشه، برخی یه ایدئولوژی داشته که همچنان ادامه پیدا می‌کنه. این چیزایی که شما تحت عنوان یهود ستیزی اینا دارید میگید، اینا چیز تازه‌ای که نیست که. شما اگه برگردید مثلا برید در ایران، هر کسی سربازی رفته باشه میدونه که در هر جلسه عقیدتی سیاسی که کسی صحبت می‌کنه برای سربازا، ربطی به سپاه هم نداره، برای ارتش هم باشه و زمینه، یه روحانی میاد درباره این انگیز به این اهداف آخرالزمانی جمهوری اسلامی صحبت میکنه که در اون آخرالزمان یه امام زمانی ظهور میکنه، تمام این یهودی ها رو جمع میکنه و قتل عام میکنه. منظورم اینه که در اون دوره که شما خودتونم میرفتید به کانون توحید، آیا واقعا از این شعارا میدادن، میگفتن مرگ بر اسرائیل اون زمان بود؟ آخه این فضا در کانون توحید تو فضای سخنرانی که وجود نداشت که، فضای سخنرانی که فضای شعار دادن نیست که، فضای گفتگوه. اینی که این کارا دارن انجام میدن نشون میده که به وضوح از فضای گفتگو، از فضای عقلانیت، از فضای بحث آکادمیک یا جامعه شناسی شما رسیدید به یه جایی که
محور فعالیت شما سیاسیه و شعار دادنه و ایدئولوژیکه، به خاطر اینکه شما مثلا میگید سروش، خیلی کسای دیگه اومدن اینجا، از جمله آقای خاتمی در همین کانون توحید سخنرانی داشت، من خاطرم هست تن آدمای مختلفی هم دعوت می‌شدن، یعنی اینجوری نبود که کسایی که در کانون توحید سخنرانی می‌کردن همه گرایش سیاسی متمایل به بخش افراطی جمهوری اسلامی داشتن، کسایی بودن که حتی از طیف‌های مختلف بودن، رسما اپوزیسیون حساب می‌شدن. آقای علیزاده، از شما می‌خوام همین سوال رو بکنم، اگر در باره کانون توحید می‌خواید صحبت بکنیم، ولی در عین حال با توجه به اینکه شما برای مدت‌ها دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بودید، صحبت‌هایی که بیشتر با همکارم پرهام داشتم در مورد اون اتفاقی که با مربوط به مرکز اسلامی رسالت در هلسینکی هست، تا چه اندازه با اون زمانی که اونجا بودید در سفارت با فعالیت‌های این مرکز اسلامی آشنا بودید و مطمئن بودید که اون کارهایی که انجام میدن اهداف اعلام شده است؟ درود بر شما. ابتدا بگم من رایزن دو، یعنی دو مقام بالاتر از دبیر دوم بودم و بنابراین مقامم خیلی از نظر کار اداری مقام بالاتری داشتم و برای مقطعی هم کاردار هم سفارت ایران در هلسینکی بودم. ضمن اینکه در ارتباط با مرکز اسلامی مستقر در هلسینکی، شخص خودم ارتباط داشتم، یعنی به عنوان یکی از وظایفی که تعریف شده بود برای من پس از اینکه اعزام شده بودم به هلسینکی، این بود که با این مرکز در ارتباط باشم، به هر حال نیازمندی هایی که دارن، میهمانانی که دارن، روحانیونی که دعوت میکنن برای سرودهای مذهبی و از اینجور مسائل، و ناگزیر در جزئیات امر قرار داشتم. اینکه مرکز اسلامی هلسینکی قطعاً مرتبط هستش با نهادهای حاکمیتی در ایران، هیچ جای تردیدی وجود نداره، همچنانی که بسیاری از این مراکز مشابه در سرتاسر دنیا ارتباط ارگانیک دارن. بذارید من یه مثال بزنم که بکنم تمام محتوا رو با یک مثال کوتاه برای شما منعکس کنم، و اون این که ببینید، برای اینکه بدانید که این شبکه گسترده چقدر وسیع و شاخه به شاخه و پراکنده هستش و گسترده هستش، شما بیاد بیارید که اون سرود سلام فرمانده دیده شد که مثلا به زبان سواحلی ترجمه شده، با همون ملودی در یکی از این کشورها خونده شد، به زبان ترکی، به زبان فیلیپینی، به زبان کذا و کذا، در لندن، در آمریکا، در کجا. ببینید، اگر شما کسی بخواد بفهمه که چقدر شبکه جمهوری اسلامی گسترده است، فقط رصد کنه، فقط رصد کنه که این سلام فرمانده در کجاها برگردان شده، خوانده شده، پخش شده، تو مدارس، توی ساختمان‌ها، تو مساجد و و و و همین یه دونه شما رصد کنید، خواهید دریافت که وسعت این گستره چقدر هستش. اما چرا جمهوری اسلامی این کار رو کرده؟ ببینید، درک من این هست، من مشخصا اگه بتونم این سوال رو بکنم از شما آقای علیزاده، که این اتهامی که اتهام یهودستیز میدونیم که در کشورهای غربی اتهام بسیار سنگینی هست، عاقبتش، پیامدش برای این مراکز اسلامی در غرب چه میتونه باشه؟ خب نه، این که روشن هستش، من در این خصوص هیچ مسامحه ای هیچ کوتاه نمیام، به خاطر اینکه همین شهر لندن رو نگاه کنید که هم جمعیت انبوهی از مسلمانان رو داره و جمعیت از یهودیان رو داره. فقط شما نگاه کنید، به عنوان دستگاه حاکمیتی اگر نتوانید این وضعیت رو کنترل کنید، چه کشتاری، چه حوادث خونی در همین شهر لندن قرار اتفاق بیفته، که حالا کلید این مسائل الان گزارش ها آمده، یعنی پلیس متروپولیتن هم اعلان کرده که یهودی ستیزی در لندن بسیار افزایش پیدا کرده سر همین حوادث غزه. خب ببینید، این موضوعی نیستش که کشورهای غربی بخوام باهاش مسامحه بکنن. و نکته مهمتر این هستش که این شبکه‌ای که من اشاره کردم، یک شبکه به اصطلاح تک عنوانی نیست، مثلا بگیم که مساجد یا حسینیه ها یا تکایا،
یا مرکزهای اسلامی. من مواردی که هست رو برای شما سریعا بشمرم. این دستگاه پروپاگندای جمهوری اسلامی از این ابزارها استفاده میکنه. یکی مسئله حج و براءت از مشرک، اینه که براتون روشن هستش. دوم مسئله راهپیمایی اربعینه که به شدت سیاسیش کردن، تا حدی که آقای آلکسین دوگین، مغز منفصل آقای پوتین، به این راهپیمایی اربعین میاد. آیا او امام حسین دوست هستش یا اینکه اومده از محتوای این انگیزش مذهبی در اهداف خود روسیه استفاده کنه؟ پس دومیش اربعین. سوم که خیلی گسترده هستش، جامعه دانشگاه المصطفی هستش که اینجا بحث بسیار طولانی داره. شما دو تا نمونهشو براتون مثال بزنم. یکیش ابراهیم زکزاکی است که در نیجریه بهش گفتن امام آفریقا، و دومیش هم همین آقای نمر باقران نمر بودش که وقتی گردن زدن اصلا رابطه ایران و عربستان به هم خوردش. چهارمیش هم اعزام مبلغان هستش که این مبلغان از طریق همین مراکز اسلامی میآیند و معمولا هم اصلا تشخیص ندارن که شما از ایران پاتو گذاشتیم مثلا در لندن، در فضای لندن باید صحبت. متوجهم. متاسفانه چون زمان برام بسیار محدود هست آقای علیزاده، در واقع خیلی خیلی موارد زیادی رو می‌خواستیم که بررسی بکنیم که بهش نمی‌رسیم، ولی مواردی بود که مربوط به مراکز اسلامی هامبورگ هست و فرانکفورت هست و همینطور جاهای دیگر که خیلی خیلی رویدادهای مختلف با اونها پیوند خورده. می‌خواستم از شما آقای محمدپور بپرسم که آیا این اتفاقات، این کارهایی که انجام داده این مراکز اسلامی متعلق به حکومت جمهوری اسلامی، به سود ایران تموم شده کارهاشون در غرب یا به زیان آن؟ نقطه عزیمت این سوال اینه در واقع که جمهوری اسلامی در چه بافتاری این کارو میکنه، جایی که احساس امنیت میکنه، جایی که احساس راحتی میکنه که این حرفا رو بزنه. همونطوری خدمت شما عرض کردم، پیش از این هم این حرفا رو جمهوری اسلامی در جای دیگه میگفته. یه حرفایی هست که مصرف داخلی داره، در داخل گفته میشده. توی شرایط سیاسی فعلی این احساس به وجود اومده که الان ما میتونیم این حرفا رو بزنیم. حالا ماجرای غزه پیش اومده، بالاخره احساسات عواطف مردم برانگیخته شده و به طور خاص ما میدونیم که در لندن که یکی از بزرگترین شهرهای اروپایی است، تظاهرات در دفاع از فلسطین برگزار شده. منتها اشتباهی که به نظر من در محاسبه جمهوری اسلامی انجام میشه اینه که اینا فکر میکنن همون حرفایی که با همون زبان در ایران میشه زد، در اینجا میشه زد. چیزی که فراموش میکنن اینه که در این مملکت دقیقاً به خاطر نزاع‌های سیاسی یک کسی مثل جرمی کوربین رو میشه با همین مستمسک از ریاست، از نخست جمهوری کنار زد. و این جایی که به نظر من اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی. سپاسگزارم. خیلی دوست داشتم بیشتر صحبت بکنیم ولی متاسفانه زبان از دست در رفته. با سپاس از داریوش محمدپور و حسین علیزاده رسیدیم به پایان این برنامه و همینطور از شما، تک تک شما با تماشای این برنامه سپاسگزارم. جشن صدر رو هم به دوستداران شاد باش میگم. روز و روزگارتان روشن.